حنیف ادمر در حالت مرگ و سربودیدن سی کودک در کابل عبدالله واکنش نشان داد. به نام خدا و با عرض سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. سیام نایاب در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: حنیف ادمر وزیر خارجه افغانستان با ویروس کرونا مبتلا شده است. همچنان سربریدن سه کودک در کابل عبدالله واکنش جدی نشان داد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره وقایع دلخراش شهادت کودکان در کابل و غیر نظامیان و بیگناه در غور واکنش نشان داد. با گزارش اسپوتنیک، سه کودک در ناحیه 11 شهر کابل پس از چاشت روز چهارشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس سربریده شدند. پلیس کابل میگوید که سه کودک به صورت وحشیانه در خانهشان در ساحه لوای باباجان از مربوطات ناحیه 11 شهر کابل کشته شدند. با گفته او، بررسی ابتدایی پلیس نشان می‌دهد که به احتمال زیاد انگیزه این کشتار خصومت‌های خانوادگی بوده است. از سوی همروز گذشته طالبان 4 غیر نظامی را در ولایت غور تیرباران کردند. در همین حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این رویدادها را از دایره انسانیت و اسلامیت بیرون خوانده با کلمات تند محکوم کرد. در اعلامیه شورای عالی مصالحه ملی آمده است که در روزهای پسین گواه رویدادهای غم‌انگیز تکان دهنده و جانسوز در برخی مناطق کشور بودیم. در یکی از رویدادها در ناحیه 11 شهر کابل، سه کودک مظلوم بی‌رحمانه و خلاف تمام موازین انسانی، اخلاقی و اسلامی توسط افراد خدا ناباور و قسمی به شهادت رسیدند. در رویداد تکان دهنده دیگر، 4 غیر نظامی بیگناه و بی‌دفاع در ولسوالی لال و سرجنگل غور به شهادت رسیده و مایه اندو و تأثر عمومی گردیدند. آقای عبدالله از نهادهای مسئول خواسته است که در پیگیری و بازداشت عوامل این حادثات دلخراش از تمام امکانات و تلاش کار گرفته و آنها را به سزای اعمالشان برسانند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد.